خیلی ممنون که از توی این شب بارونی تشریف آوردین. امروز محمد لاریجانی صحبت میکنه که از قدیمی هاست توی کفه لیفت، واسه همین من دیگه معرفیش نمی کنم، میذارم خودش رو معرفی کنه و دیگه جلسه از خودش باشه. بفرمایید. مرسی که اومدین. خیلی من خودم نمیخواستم بیام. وقتی که از خودم تو ایران حقوق خوندم، لیسانس فوق لیسانس و اینجا الان مکتب دادم حقوق خوندم و موضوعی که البته یه بخشی از این موضوع پایان‌نامه فوق لیسانس بود تو ایران، رابطه موانع محیط زیستی و تجارت بین‌الملل موضوع پایان‌نامه. حالا بعداً با هم بحث می‌کنیم که چی هست. اصلا من کاری ندارم، ولی یه بخشش راجع به تجارت بین‌الملل بود که WTO عمده‌ترین عهده‌دار تجارت بین‌المللی که می‌خوام یه خورده راجعش صحبت کنیم و به خاطر انتقاد دوستان امروز سعی کردم یه خورده همچین تخصصی‌ترش کنیم، چون من دو بخش صحبت می‌کنم، یه بخشش رو آسمونه یه بخشش رو زمین، این از این رو زمینی هست و این اگه می‌بینی 54 اسلاید هم هست از اثرات مکتوب که خب یه مقدمه کوچیکی میخوام براتون بگم که اصلا راجع به اقتصاد بین‌الملل که یه بخشش تجارته، یه خود راجع به اعداد و ارقام و حجم‌ها با هم صحبت کنیم ببینید چه حجم عظیمیه که بعد که همه زندگی روزمره‌مون از اینجا که نشستیم، از لباسمون به تنمون، از هر چی که می‌خوریم، یه بخشش به تجارت بین‌الملل مربوطه، چون وارد میشه، صادر میشه، یه ماشینی که سوار میشه از ده جای مختلف دنیا قطعاتش میرسه، سرهم میشه، همه اینا با قواعد تجاری سر و کار داره. این آمار سال 2009 سازمان WTO و IMF هست که حجم GDP کشور هست 57 تریلیون، یعنی میلیون دلار حجمشه و 69.81 این سرشکن پرچسینگ پاور پاریتی، یعنی هر قدرت خرید آدم ها تو دنیا هست که البته با یه سری کشورها توش نیستن، کوبا به خاطر مسئله خاصی که دارن که بعدا راجع به صحبت میکنیم. راجع به سه تا اکانومی Advanced, Emerging and Developing که اقتصاد پیشرفته، در حال پیشرفت و حالا یه خورده کمتر پیشرفته، حالا بعد اینا اصطلاح توضیح میدم براتون که حجمشونه، حجمای تجاریشونه که 40 تریلیون دلار کشور پیشرفته است و ایمرجینگ ها 17 تا و دیولوپینگ ها که شامل ایران هم میشه و کشورهای جنوب آسیایی 7.79 تریلیون این حجم گردش مالیشونه. تریدز اصولاً ترید دو تا مبحث ما تو ترید داریم، خیلی داد سریع رد میشم که این 54 تا سریع رد شد، خیلی فقط میخوام بدون حجمش چقدره. ترید یعنی در گودز، یعنی هست یکی در سرویس، یعنی در کالا و خدمات. ترید در گودز طبق آمار WTO در سال 2009 صادرات 12 تریلیون دلار بوده، واردات 12 تریلیون دلار، که البته خب به خاطر مسئله مشکلات مالی دنیا یه خود اینا کمتر از سال گذشته شده، 23% 24% اینا رو کاهشش رو می‌بینیم. توی میدل ایست که ایران هست 0.69% یعنی صدم تریلیون دلار حجم معادلات کالا. بعد همین بعد سرویس همینطور 3.31 صادرات واردات و خاورمیانه 0.1% 0.1 تریلیون دلار حجم مبادلات خدمات بود. سرمایه‌گذاری مستقیم که خود طول می‌کشید ترجمه فارسیش بخوام چیز کنم، سرمایه‌گذاری مستقیم، سرمایه‌گذاری بلکه بدونید دو تاست، مستقیم غیر مستقیم. غیر مستقیم که شما میری بورس سهام می‌خری، غیر مستقیم مستقیم که شما پول رو می‌بری و اونجا یه سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌دی. سرمایه‌گذاری مستقیم
گردشش 1.11 تریلیون دلار بوده در حجم این بخش استارت کم بخش چیزش غیر مستقیمش 17.74 تریلیون دلار بوده. کشور پیشرفته با کشورهای در حال توسعه خیلی اختلافی نداره. توی کل تجارت بین الملل تو تجارت خیلی تفاوت وجود داره بین کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته. ولی تو سرمایه‌گذاری برعکس، به خاطر این حال یک پول بالانس وجود داره. به خاطر اینکه یه جورایی کشورهای توسعه یافته پرش، یعنی دیگه به لیمیت اشباه شده علاوه بر سرمایه‌گذاری توشون داره. همین کشورهای در حال توسعه خیلی جاهای بازی هم برای این کار یه خود تعادل هم ممکن ببینیم. خب این ماده 2008 IMF یکی از بحث تجارت بین الملل این مبادلات ارزیه که این حجم پولی که دارن که می‌بینیم 2.84 تریلیون دلار آمریکاست، 1.28 یورو، پوند، ژاپن و چین، پول یوان، این چیز پول چین هم هست، 5000 تریلیون دلار فارین کارنسیه که دارن و مبادله میشه، حجم مبادلات چیه؟ سویس فرانک جانب؟ سویس فرانک هستی سویس فرانک، بله، درست Advanced Economies 2.78 تریلیون، Developing 5.39. خب اینا رو، اینا فقط برای اینکه یه حجم و دست ما باشه که چه میزان در طول روز و در سال داره مبادلات تجاری انجام میشه. حالا میرسیم به اصل داستان. خب یه بحثی که وجود داره اینه که تجارت بین‌المللی ما امروز می‌بینیم یه چیز خیلی جدیدیه، به خاطر اینکه یک دوره خیلی طولانی از اون عصر جاده ابریشم ما تجارت آزاد رو داشتیم، یعنی هیچ کشوری ممنوعیت تجاری وجود نداشته، تعرفه‌ای وجود نداشته، هیچ بخش حمایت از تولیدات داخلی وجود نداشته و حالا یه بعضی محدودیت‌های خیلی بعضی مواقع خیلی خاص بوده ولی کلاً آزاد بوده تجارت. و از زمانی که ایده دولت ملت‌ها پیش اومد، نیشن استیت پیدا شد و مرزها مشخص شد و حاکمیت داخل مرز تعیین شد، این بحث تولید داخلی، تجارت با خارج، بحث کنترل روی کارنسی، بحث کنترل روی حجم مبادلات طلا و نقره خیلی مهم شد و یه سری پروتکشنیست ها خیلی بستن مرزاشون رو، گفتن ما میخواییم فقط داخل تولید کنیم، همه چی رو به هر قیمتی داخل تولید میکنیم و اجازه نمیدیم که خارجی ها بیان و این بازار از ما بگیرن. این اتفاقات باعث شد که ما یه دوره مدرن یا ببینیم دوباره از اون شکل باز و آزادش به یه شکل بسته میره و دوباره الان وقت جهانی سازی دوباره به همون روند آزاد خودش داریم نزدیک میشیم و برمیگردیم. 1870 تا 1914 زمان تا قبل از جنگ جهانی اول دوران شکوفایی، یعنی دوران همون آزادی نیشن استیت ها بودن ولی پروتکشنیزم خیلی مفهومی نداشت، یعنی خیلی به کار نمیرفت و مرچنت ها و تجار و بازرگانان آزاد بودن، تعرفه ها خیلی هنوز به عنوان درآمد روش حساب نمیشد به خاطر اینکه تعرفه بخش درآمدی خیلی مهمی برای کشورها به معنی حالا تکس یه مدت، یعنی خیلی مهمتر بود تکس تا رو تعرفه بخوان حساب بکنن. برای همین یه دورانی میشه گفت طلایی بود که تجارت یه شکل خوبی داشت و محدودیت های روش اعمال نشده. بین دو تا جنگ جهانی یه سری اتفاقاتی افتاد، یه سری ایده های اقتصادی جدیدی وارد بازار شد و یه سری شکل های مختلفی از رکود اقتصادی، بحران 1930 و دپرشن 1930 و غیره اتفاق افتاد که یه دوره که حالا خیلی راجع به صحبت نمی کنیم، بیشتر راجع بعد از جنگ صحبت می کنیم. دوره 1944 تا 1973 دوره برتن وودز، یه برتن وودز یه سیستمی بود که حالا توضیح میدم براتون، توی یه جنگل توی نیو همشایر همین پایین